همه نشون بدید که چجوری میرخصی. سمر مواظب پاهات باش. تانگو رقص مخصوص من و توه. این عشقه. گرما. مثل یه خوابه. مثل ما. ممنون. خواهش میکنم. شبتون بخیر آقا. میبینی چقدر قشنگ میرخسه؟ آره. چطوری بابا؟ بابا یه بریم بشین. الان نه، اگه الان بشینیم ثابت کردیم بینمون چیزی هست. اول من رقص شروع کردم، با خواهر رقصیدم. شانس داری اول شماره من در اومد. خیلی قشنگ میرخصه، اینقدر که مهند آدمایی دور و برش فراموش کرده. بابا شما خسته این. یک
عزیزم چرا اینقدر دیر کردی؟ معذرت میخوام. قشنگ رقصه. کم کم استعداده داره شکوفا میشه. حالا کجاشو دیدی؟ اما حالتون چطوره؟ اوبا عزیزم انگار خسته ای. یکم بابا داره بهونه میگیره تا باد نرقصه. بهونه بی بهونه، امشب حتما باید با هم برقصی. باید با عشق واقعیت برقصی و بهش رقص تانگو رو نشون بدی. خیلی قشنگ میرقصیدی. داشتی میرقصیدی، ما رو دیدی، فکر کردم آخرش رسیدی. نه، داشتم از دور بهتون نگاه میکردم. بابا منم فقط داشتم به مهند نگاه میکردم. سمر ناراحت نشی، یا اصلا حواسم به رقص تو نبود. نامزدت بلد نیست برقصه، فقط منو به چپ و راست پرت میکرد. انگشتای پام درد میکنه. آخه سمر چند بار اشتباهی پامو له کرد. مهند چرا اینقدر دروغ میگی؟ عزیزم چرا اینقدر تو خودتی؟ چیز مهم نیست. نکنه کسی ناراحتت کرده؟ نه. خیلی خودتو خسته میکنی. امروز اینو به تحسین اسیرم گفتم، گفت قبلا عدنان خیلی زودتر از اینا برمیگشت. تو دلم گفتم شاید میخواد از من فرار کنه، برای همین دیر میاد. مگه میتونم از تو دل بچنم؟ عزیزم تو خیلی خوبی. بابا این لباسم چطوره؟ بحشره. باید میدیدیش، امروز همه این لباسش فسش کوچیک شده بود. سمر گوشی داره زنگ میخوره. خیلی ممنون مامانه. چی شده مامان؟ نکنه تحسین اسیر از دستت رفته؟ مسلمه که نه، ولی دیگه خیلی دیر شده، باید برگردیم خونه. نگران نباش، حلمی مزاحمت نمیشه. ساکت شو سمر، اسم اونو جلوی من نیار. بیسان داره زایمان میکنه، زنگ زدم بهت خبر بدم. جدی میگی؟ میگه بچه که بیسان داره به دنیا میاد؟ مگه قرار نبود هفته دیگه زایمان کنه؟ آره بچهش عجله داشت، دوست داشت یه هفته زودتر به دنیا بیاد. الانم قراره منو تحسین بریم اونجا. ما هم الان میریم. باشه عجله نکنین، تازه الان رفته اتاق عمل. خیلی خوب، خدافظ. خدا نگهدار. تازه وارد اتاق عمل شده، خیلی خوشحالم. مبارک باشه. ایشالا قسمت شما. بس پاشیم بریم، زودتر بریم. شما بمونید، ما خودمون میریم. تو هم اگه میخوای بمون عزیزم، بهتره تو هم کنار بچه ها باشی. نمیشه، منم باید بیام. اگه خسته ای بگو سعید برسونتت. در کنار تو نباشم هیچ فایده ای نداره. راست میگه. زشت نیست اگه ما نیای. نه شما میتونید فردا بیای. تازه فراموش نکنید قرار مهمونی هم بریم. خب دیگه با اجازتون بهتره ما دیگه بریم. باشه، خدا نگهدار. از طرف ما به بیستان نهاد تبریک بگی. باشه عزیزم، حتما اینا رو دست تو میسپرم. خیالتون راحت باشه. پس ما هم بعد از شام بریم. خیلی خوب، منم میخوام باهات برقصم. خیلی خوب، البته اگه درد پام بهتر بشه. شبتون بخیر. شب شما بخیر. با کدوم ماشین میریم؟ با ماشین من میریم. نه ولش کن، با ماشین سعید میریم. عدنان تصمیم بگیر. سعید میریم بیمارستان. بله قربان. این گلگاف زبونه، آرومتون میکنه. ممنونم، چرا زحمت کشیدی؟ خواهش میکنم. کارشون تموم شد؟ آره تقریبا آخراشه خانم. شما مادر بزرگ بچه هستین؟ بله مادر بزرگ. خدا حفظش کنه. ممنونم. عزیزم درد میکنه. معذرت میخوام. مبارک باشه خانم، نوزاد پسره. چشمتون روشن.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر. مرسی عزیزم. خواهش میکنم. بین تو و بابا چیزی هست؟ نه، چرا میپرسی؟ نمیدونم، حس کردم نگاهش بهت خیلی سنگین بود. نه، من همچین چیزی حس نکردم. ولی انگار ازت شاکی بود. نه، فقط یکم خسته بود. شایدم من اشتباه فهمیدم، انشالله که چیزی نیست. عزیزم هنوز داری به کار فکر میکنی؟ پس فکر کنم حق با نهال بود، انگار یکی ناراحتت کرده. چی شده؟ امروز دوباره هلمیونال منو به هم ریخت. ای بابا، دوباره چی کار کرده؟ نمیدونم، ولی حس میکنم برام جاسوس گذاشته. مکالمات گوشیم هم چک میکنه، یکی رو گذاشته که همه اتفاقات رو براش گزارش میکنه. چجوری متوجه شدی؟ چند روز پیش که داشتم با خواهرم در مورد اون حرف میزدم متوجه شدم. خوب؟ بلافاصله بهم زنگ زد و همه حرفایی که با انعام زده بودم رو بهم گفت. پس حتما برامون یه جاسوس گذاشته. یه نفر هست که داره به هلمی خبر میرسونه. فهمیدم که همش داره هزیون میگه، فقط اسم عدنان بیکو میاره. آخه چرا؟ فکر کنم از این که بیخبر گذاشته و رفته خیلی عذاب وجدان داره. بیچاره، باید بودی اونو میدیدی. فقط داشت توی خواب التماس میکرد، میگفت عدنان بیک خواهش میکنم این کارو نکنین. نمیدونم چی میدید ولی داشت پرت و پلا میگفت. من باید برم، بعدن بهتون زنگ میزنم مامان. باشه عزیز دلم، مراقب خودت باش. به انعام خانمم سلام برسون. خیلی خوب، باشه، خداحافظ. خداحافظ. چرا قطع کردی؟ میخواستم باش حرف بزنم. کارداش مجبور شد قطع کنه. من داروهاشو بهش دادم. خیلی ممنون عزیزم، شبت بخیر. شب شما هم بخیر. خدا رو شکر انگار بهتری. به لطف شما. بله، خیلی ممنون. میخواستم ازت یه سوال بپرسم. یادت اون روز که بی خبر ول کردی رفتی، یا اون روزی که رفتی شرکت پیش نهاد یه سیدی ازش گرفتی که واسه یه عدنان فرستاده بودن؟ بله، یادمه. بیمارستان جواب آزمایشام رو سیدی واسم ریخته بود، ولی آدرسش اشتباهی بود. ولی گیرندش عدنان بود. نمیدونم، شاید اشتباه کرده بودم. اشتباهی در کار نبوده. من به بیمارستانت سر زدم، گفتن همچین چیزی نبوده. گویا جواب آزمایشو دادن به خودت. نه، اون یه بیمارستان دیگه بود. راستشو بخوام بشیر پسرم، راستشو بگو.
به هم بگو تو اون سیدی چی بود؟ اول سیدی رو برای عدنان فرستادی، اما بعدش پشیمون شدی. بگو تو اون سیدی چی بود؟ میخواستم با عدنان بگی خدافزی کنم، بعدش یه چیزایی که نمیتونستم تو روش بگم ضبط کردم و ریختم روی سیدی. یعنی از خودت فیلم گرفتی؟ بله، همه چی رو بهش گفتم، واسش توضیح دادم که چرا باید برم. از عشقت به نهالم چیزی گفتی؟ بله. فکرشو می کردم، اما بعدش پشیمون شدی و سیدی رو گرفتی. بله. عزیز دلم، اینم شبیه خودت نهاد. قراره مثل برادرش قد بلند بشه. آه اونجان. آها. نهاد عزیزم، خوش اومدین. خوش اومدی. زایمان کرد یا هنوز تو اتاقه؟ نگاش کن اونهاش. ماشالله. عزیز دلم، تبریک میگم اروا خانم. خیلی ممنون عزیزم. عزیز دلم خیلی کوچولوه. به تحسین بیگ گفتم بهشون اجازه نمیدم به هم بگن مادر بزرگ، فقط فیروزه خانم. اینو که نمیذارم بفهمی چند سالته، آدمو جوان میکنه. عزیز دلم، پس تو هنوزم از بچه خوشت میاد. آوردنش. بیسان عزیزم، حالا چطوره؟ به نظر خوب میرسه. آره خدا رو شکر. تبریک میگم، زیر سایه شما بزرگ شه. خیلی ممنون. کی به شما خبر داد؟ نهاد زنگ زد و به همون گفت. من فقط به خانوادت خبر دادم. بیسان، من به سمر خبر دادم. عزیز دلم، تو حالت خوبه؟ تبریک میگم، چشم و دل همه روشن. خیلی ممنون. تو رو خدا ببخشید، اصلا حواسم نبود. مبارک باشه. خیلی ممنون. ممنون عزیزم. ایشالله نوبت تو. انشالله. انشالله زیر سایت بزرگ میشه. خیلی ممنون. با اجازه. اتاقش از این طرفه. منم با تو میام. آه سمر نگاش کن. وای عزیزم، عزیز دلم چقدر کوچولوه. عضو کوچولوی خانواده. آره خدا حفظش کنه. عدنان خیلی کوچولوه. خیلی خوب، ببریش پیش مامانش. یه سر بریم پیش بیسان، ما باید زود برگردیم. ما هنوز شب نشینیمون تموم نشده. درسته، ما هم باید بریم. من دیگه دل حسودی میشه، این بچه ها شیرینی زندگی. بله حق با شماست.